خب میخوام یه مسئله دیگه راجع به مقاله های فدرالیست بهتون بگم. الان میخوایم یه مقداری نمیدونم مثلا برسم راجع به خود این مقاله 48 بیشتر باهاتون صحبت بکنم یا نه. ترجمه اولمو دیدم که این کتاب آقای کلرمنو معرفی بهتون کردم. کتابو من تموم کردم چند ماه پیش، خوندنشو. خیلی مهمه که کتابای شبیه اینو بخونید که داستان اون زمان آمریکا رو بگه، بده بستون و کی چه نظری داشت، چه خبر بود که توی این مقاله های فدرالیست و توی این قانون اساسی به این تصمیم ها رسیدن. روی حساب این کتاب ها رو که نگاه میکنید راحت تر میتونید مقاله های فدرالیست رو بخونید. خب بعد من مثلا یکی از کتابایی که ویراستاری شده برای مقاله های فدرالیست توسط این آقای جی آر پول، خب این مثلا زیرنویس های زیادی داره. آدم میتونه یه همچین کتابی رو بگیره، یه مقداری زیرنویسش رو نگاه بکنه، چون اینا با کارشون تخصصشون تو این برنامه هاست دیگه، بیشتر یاد بگیره. مثلا این افراد نسبت به من خب تجربهشون خیلی بیشتره، من میتونم از اینا یاد بگیرم. مثلا یه کتاب دیگری که دارم نگاه میکنم همین توسط آقای لوینسون، An Argument Open to All، اینو راجبشون بهتون گفتم. میخوام این مقاله رو براتون بخونم، نگاهی میکنم ببینم این راجب این مقاله مخصوصا داره ربطش میده به زمان ما و این قانون اساسی آمریکا رو الان چجوری نگاه میکنن. به این یه نگاه میکنم. بعد یه کتاب دیگه ای رو که بهتون معرفی کردم، The Political Theory of the Federalist by Epstein. خب این کتابم قبلا نشونتون دادم. مثلا فصل پنجش در مورد تجزیه قواست که همین مقاله های 47 تا 51 رو در بر میگیره. آدم میتونه اینو بخونه ببینه ایشون راجع به این مقاله چی میگه. بعد یه کتاب دیگه ای که یکی دو صفحهشو نگاه کرده بودم و دو هفته پیش میخواستم بشینم دیگه درست حسابی نگاش بکنم، اینه. چون دو سه نفر بهش رجوع کرده بودن، تا یکی از دانشجوها اینجا چکات کرده بود و خوشبختانه من تازه دیروز گذاشتنش روی قفسه. منظورم اینه که اینطور کتابا رو آدم نگاه میکنه، همگام با این جلو میره و بیشتر یاد میگیره. ولی کتابایی رو که تاریخ اون زمانو بهتون میگه، اینا خیلی مهمن. مثلا من راجع به این کتاب American Creation بهتون گفتم که تاریخ آمریکا رو خیلی مختصر از سال 1775 تا 1803 میگه، خیلی مختصر. و اینطور کتابا خیلی کمک میکنه. مثلا ایشون یه کتابیه که شاید توی یه دونه این ویدیو نشونتون دادم به نام The Age of Federalism که تاریخ آمریکا رو، تاریخ سیاسی و این برنامه آمریکا رو در زمان واشنگتن و جان ادمز میگه، یعنی حدود 11-12 سال عمیق نگاه میکنه. و این آقای مثلا جوزف الیس از این استفاده میکنه توی یکی دو تا از چپتراش حسابی تعریفش هم میکنه. اینطور کتابا رو خیلی خوبه که آدم باشون آشنا بشه، یا اگه نتونست چکیدهشو ببینه بخونه، یا مثلا نویسندش اگه سخنرانی کرده در موردش اونا رو گوش بده. من فکر نمی کنم این مسئله رو به شما گفته باشم، ولی من خوشبختانه از حدود سال 1990 و بین 1991 و 95 یا 6، خب میگم 96، من خیلی کتاب خوندم. برنامه طوری بود، برنامه خانوادگیم طوری بود که
یه کاری رو گیرم اومده بود که میتونستم دو سه روزه خرج یه هفته دو هفتم رو در بیارم. البته من خیلی کم مصرف بودم، خب خیلی خیلی کم مصرف، دیگه نمیخوام جزئیاتشو بگم، ولی خیلی وقتا اون وقت کتاب میخوندم و این برنامه ها. بعد من حدود سال وسط های سال دهه اول 2000، اطراف 2005 بود اینا، شاید بعدش، من مسئله تیروید پیدا کردم و اینا، مثلا نمیتونم بشینم پشت سر هم کتاب بخونم، وای که قرص و اینا میخورم. به خاطر این مثلا یه میشستم 3 ساعت کتاب میخونم اذیت نمیشدم، ولی الان نیم ساعت یه ساعت میخونم بعد پاشم تگون بخورم. خوشبختانه دیگه این برنامه اینترنت بود و ویدیوهایی که میذاشتن و نمیدونم سیسپن و اینا، من میشستم سخنرانی نساتی رو گوش میدادم، یا وقتی چیزی رو ضبط میکردم میرفتم قدم میزدم گوش میکردم. یعنی اون وقتایی رو که مجبور بودم باتریم رو 2 مرتبه شارژ بکنم با این طریقه انجام میدادم که یه مقداری سوادم بره بالا. به خاطر اون گفتم یه مقداری شرایط منم بدونید، و اینم که آدم میتونه همیشه چاره ساز باشه، یه برنامه پیش اومد همیشه مسئله رو سعی بکنه حل بکنه، کمک بگیره. من میگم خیلی از این برنامه های ویدیویی و اینا کمک کردم. حتی وقتی که وی سی آر بود من تایمر میذاشتم ضبط میکردم، 6 ساعت میشد ضبط بکنی دیگه، مثلا از سیسپن تازه شروع کرده بود راجع به کتابا صحبت کردن، خب ضبط میکردم اگه سر کارم بودم. و میدونم این ضبط های کوچولو داشتم، میومدم VHS پلیر رو میزدم شروع میکرد کار کردن، این ضبط کوچولو میذاشتم جلوش که صدای گوینده رو اینا رو ضبط بکنم، که بعداً اگه دیدم مثلا نمیتونم دیگه بخونم خسته شدم پام شدم میرفتم قدم زدن کوچولو گوش میکردم یاد میگرفتم. حساب آدم همیشه میتونه چاره چیزها رو پیدا بکنه، اگه یه جایی کم میاری جای دیگه میتونی چیکار بکنی، سعی بکنی برنامه رو درست بکنی. حالا من اگر مثلا فرصت پیدا بکنم طوری دارم با این مقاله با این ترجمه ها با شما راه میام که مثلا این دوره ترجمه هم تموم شد، تا اون وقت کتاب های بیشتری خوندم دیگه، و الان هم بهتون گفتم من شروع کردم مقاله های فدرالیست، میگم شروع کردم فدرالیسم در کشورهای دنیا رو دارم مطالعه میکنم. به خاطر اون 2 مرتبه میام نگاه میکنم به این مقاله های فدرالیست، اگه دیده درستید دیده بهتری دارم اونجوری با شما شریک میشم. خوشبختانه ما داریم راجع به 3 تا 5 نسل داریم صحبت میکنیم، generations. خب فردا ما میدونیم با این وضع دنیا الان نمیدونیم متحد بشیم، ولی در این میون میتونیم بیایم این زبان مشترک رو یاد بگیریم، یه مقداری بیشتر آشنا بشیم به وضع دنیا. و اگرم میخواید دنیا رو کمک بکنید، نسل‌های بعدی رو کمک بکنید، کانسامشن هست، خب کم بکنید، کمتر مصرف بکنید، نذارید این تیوی گولتون بزنه. ما میخواییم این مهد زیبامون و کره زمین رو برای خودمون و نسل‌های بعدی زیبا و سالم نگه داریم. پس انگار نمی‌رسیم دیگه راجع به خود مقاله 48 زیاد حرف بزنیم، ولی این راهنمایی که سعی کردم بهتون بکنم خیلی مهمه. می‌خواستم بهتون بگم که من چجوری دارم رو اینا کار می‌کنم که شما هم در جریان بذارم. دارم ویدیوهای
انگلیسی، فایل های صوتی انگلیسی هم براتون میذارم که امیدوارم یه روزی به دردتون بخوره.